درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از ناگفته های زندگی شخصی محمد باقر غالیباف کاندیدای همیشه جنجالی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. محمد باقر غالیباف نظامی و سیاستمدار اصولگرای ایرانیه که نماینده دوره های 11 هم و 12 هم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس بوده. ایشون از خرداد سال 99 ششمین رئیس مجلس شورای اسلامی شده. محمد باقر غالیباف متولد اول شهریور سال 1340 در شهر ترقبه است. پدرش حسین غالیبافه و برادرش حسن غالیباف ترقبه ای که در عملیات کربلای چهار در جریان جنگ ایران و عراق کشته شد. ایشون در سال 61 در سن 21 سالگی ازدواج کرد. همسرش خانم زهرا مشیر که در محله ترقبه سالها با خانواده غالیباف همسایه بودند. دوران دبیرستان رو هنوز به پایان نرسیده بود که روح الله خمینی سیغه عقدشون رو جاری کرد. ایشون در کنار سمت های محمد باقر غالیباف مدیریت اداره امور بانوان شهرداری تهران و مشاور شهردار رو داشته البته بنا به ادعای غالیباف همسرش در این پست ها هیچ حقوقی دریافت نمی کرده افزون بر اون همسر ایشون شعر میگه نقاشی میکشه و جامعه شناسی میخونه و بعد از نامزد شدن شوهرش در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 92 از مدیریت کل امور بانوان شهرداری تهران استعفا کرد تا در صورت انتخاب و به همسرش به عنوان رئیس جمهور بتونه در دولت ایشون نقشی داشته باشه در فروردین 1401 انتشار عکس‌هایی در شبکه های اجتماعی از سفر همسر دختر و داماد غالیباف به ترکیه اون هم برای خرید سیسمونی نوزاد بسیار خبرساز شد در واکنش الیاس غالیباف پسرش با انتشار پیامی عذرخواهی کرد و این سفر رو اشتباه توصیف کرد بعد از اون خبرنگاری که ها و مطالب رو راجع به سفر خانواده غالیباف به ترکیه و خریدهای اونها منتشر کرده بود به زندان محکوم شد محمد باقر غالیباف دانش آموخته رشته جغرافی های سیاسی دانشگاه تهران در مقطع فوق لیسانس و دکترای همین رشته در دانشگاه تربیت مدرسه که همزمان فرمانده نیروی هوایی هم بود و در هر دو مقطع تحصیلی با سهمیه ایثارگری پذیرفته شد. پایاننامه نامه دکتراش هم در مورد بررسی سیر تکوین نهادهای محلی ایران در دوره معاصر بود. قالیباف دانشیار گروه جغرافی های سیاسی دانشکده جغرافی های دانشگاه تهران بود علاوه بر مقالات گوناگون تا حالا سه کتاب هم چاپ کرده. همزمان با وقوع انقلاب محمد باقر غالیبا فعالیت خودش را در بسیج شروع کرد و با شروع نارامی های کردستان به اون شهر و سپس با آغاز جنگ ایران و عراق به جبه های جنوب کشور عزیمت کرد و در اوایل جنگ به عضویت سپاه پاسداران در اومد. در جبهه ها هم اغلب مسئولیت اطلاعات عملیات جنگ رو به عهده داشت بعد هم در مسئولیت فرماندهی گردان و فرماندهی تیپ امام رضا فعالیت کرد اون در سال 61 به فرماندهی لشکر نصر خراسان منصوب شد و سپس در فرماندهی لشکر 25 کربلا کار خودش رو دنبال کرد سردار قالیباف بعد از پایان جنگ ایران و عراق فرمانده قرارگاه نجف بود و سپس به جانشینی نیروی مقاومت بسیج منصوب شد در سال 73 به عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا انتخاب شد و گفته میشه که در پروژههایی مثل راه آهن مشهد سرخس گازرسانی به پنج استان مرکزی و غربی ساخت سازه دریایی خلیج فارس و سد کرخه نقش مهم می داشته. در سال 76 با حکم مستقیم علی خامنه ای به سمت فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران منصوب شد. بعد از اون به فرانسه رفت و در امتحان خلبانی ایرباس شرکت کرد. محمد باغر غالیباف هنوز هم خلبان ایران ایره. اما اولین جایی که خیلی از همنسلان ما اسم محمد باقر غالیباف رو شنیدن از 18 همه تیر سال 78 بود. اون برای سه سال فرمانده نیروی هوایی سپاه بود و حمله به کوی دانشگاه تهران در 18 تیر 1378 در همون دوره رخ داد. چند روز بعد از نارامی های کوی دانشگاه تهران روزنامه کیهان نامه محرمانه جمعی از فرماندهان سپاه به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت رو منتشر کرد. فرماندهان امضا کننده نامه به خاتمی نوشته بودند که کاسه صبرشون لبریز شده و اگر دولت این نارامی ها رو کنترل نکنه وارد عمل میشن نام محمد باقر غالیباف فرمانده وقت نیروی هوایی سپاه پاسداران در بین امضا کنندگان دیده میشد غالیباف بعد از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 92 حرفهای بسیار جنجالی در مورد اعتراضات 18 تیر 78 گفت و گفت که سوار بر موتور هزار و در کف خیابون ها معترضا رو با چوب میزده اون در این سخنرانی اظهار داشت حادثه سال 78 که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد اون نامه ای رو که نوشته شد من نوشتم بنده و آقای سلیمانی وقتی در کف خیابان به سمت بیت رهبری راه افتادند بنده فرمانده نیروی هوایی سپاه بودم عکس من الان روی موتور هزار با چوب هست با حسین خالقی ایستادم کف خیابون که کف خیابون رو جمع کنم اون که لازم باشه بیایم کف خیابون رو چوب بزنیم جزو چوب زنها هستیم افتخار هم میکنیم نگاه نکردم که من سردار و فرمانده نیروی هوایی هستم و چه به چوب زدن کف خیابان بعد هم اسم قالیباف سر ماجرای تصرف زمینهای شیراز دوباره به گوش رسید. امیر شهرام رستمی در مصاحبه ای از ماجرای درگیری نیروی هوایی سپاه با هوابرد شیراز گفت. رستمی گفت نیروی هوایی سپاه علا دستور فرماندهی کل قوا قصد تصرف بخشی از زمینهای های هوابرد شیراز رو داشت که به درگیری نظامی بین این دو نیرو و کشته شدن یک سرباز هوابرد شیراز انجامید. بعد از این ماجرا قوه قضاییه و ستاد کل نیروهای مسلح شهرام رستمی رو بازخواست کردن بدون اینکه بازخواست و سوالی از محمد باقر غالیباف بشه قالیباف در سال 83 به عنوان نماینده سید محمد خاتمی و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. در دوره ریاست اون بر این ستاد دادگاه ویژه جرایم قاچاق کالا و ارز راه اندازی شد که پرونده هایی مثل فرودگاه پیام و قاچاق خودرو در این دادگاه ها بررسی شد و اقداماتی از جمله مبارزه با قاچاق سیگار و کشف چند اسکله که برای قاچاق کالا استفاده میشد صورت گرفت. بعد از اینکه قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری 84 اسخورد به همراه محمد علی آبادی و محمد علی نجفی به عنوان گذینه های شهرداری تهران پیشنهاد شدند. در 13 شهریور 84 قالیباف توسط شورای شهر تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد تا جانشین محمود احمدی نژاد بشه که بعد از انتخابات به عنوان رئیس جمهور این مقام رو ترک کرده بود. اون در سال 87 هم از طرف سایت شهرداری های جهان به عنوان هشتمین شهردار برتر دنیا معرفی شد که با سبک مدیریت جهادی یک شیوه مدیریت شهری در ایران رو پایه نهاده بود هرچند که مقاله ها و گزارش های زیادی در کنار خدمات و کارهایی که قالیباف انجام داده بود از وجود فساد مالی و شفاف نبودن ترازهای مالی این سازمان منتشر شد که همه نویسندگان اون مقاله ها و خبرها به سرعت بازداشت شدن. در روز شوم سیوم دی ماه 95 در چهارراه استانبول واقع در مرکز تهران ساختمان پلاسکو دچار آتش سوزی گسترده شد که بعد از اون به طور کامل فرو ریخت با وقوع اون آتش سوزی و تلاش آتش نشانان برای مهار آتش موجب مرگ تعداد زیادی از افراد شد که بعد از این حادثه شهرداری تهران و در رأس اون قالیباف به قصور در این حادثه متهم شد ناتوانی در مدیریت بحران اختصاص نیافت بودجه با آتش نشانی، دادن تنها یک اختار به ساختمان پلاسکو و آواربرداری سطحی به جای زندهیابی تنها بخشی از انتقادهای گسترده از عملکرد شهردار تهران بود که در شورای شهر تهران هم برای بررسی حادثه جلسه تشکیل شد که با انتقاد شدید اعضای شورا همراه بود که غالیباف به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بحران از مردم عذرخواهی کرد و تاکید کرد که قضاوت و داوری حادثه پلاسکو بر عهده دستگاه قضاییه. در پرونده دیگهی که یاشار سلطانی در مورد قالیباف مطرح کرد نه تنها قالیباف به دادگاه فراخوانده نشد بلکه یاشار سلطانی بازداشت شد کسی که فساد اقتصادی اون و اطرافیانش رو افشا کرده بود پرونده خانه ها و املاک نجومی ماجرای عروسی پرسر و صدای دختر غالیباف مؤسسه خیریه امام رضا که توسط همسر و پسر غالیباف اداره میشن و به پولشویی متهم شد و غالیباف به طور غیرقانونی 60 میلیارد تومن, تومن به مؤسسه خیریه همسرش پرداخت کرده و حالا که این سردار پرهاشیه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ایران شده دیگه تردیدی در مورد معافیت از محاکمه اون به جا نمیمونه در محافل خبری و در بین خبرنگاران قدیمی ایرانی این جمله کاملا معروفه قالیباف اولین نفری بود که علی خامنه ای رو حضرت آقا خطاب کرد اون هم در دوران ریاست جمهوریش در دهه 60 و قبل از رسیدنش به مقام رهبری مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید